کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه جزئیاتی از تحریم‌های احتمالی که اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع خواهد کرد رو اعلام کرد. به موجب اونچه که خانم کولونا میگه، اموال افرادی که در فهرست تحریمی‌ها قرار خواهند گرفت، بخش از این اموال بلوکه خواهد شد و همچنین اونها اجازه ورود به خاک اتحادیه اروپا رو نخواهند یافت. این تمهیدی است که اتحادیه اروپا اندیشیده. قرار هستش که بسته پیشنهادی فرانسه همراه با 5 کشور دیگه حدود 2 هفته دیگه به اتحادیه اروپا بره و اونجا به رأی گذاشته خواهد شد و به احتمال بسیار زیاد تصویب خواهد شد. اتحادیه اروپا در فروردین 1400 هم 8 فرد رو تحت تحریم قرار داده بود، اون هم به خاطر نقض فاحش و گسترده حقوق بشر بود. اما جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه در رابطه با سرکوب گسترده معترضان در ایران صحبت کرده. او ستایش کرده اقدامات و شجاعتی که زنان، دختران و مردان ایرانی از خودشون نشون دادن و میگه که رفتاری که جمهوری اسلامی ایران با اونها کرده رفتار مناسب و درخوری نبوده و اتحادیه اروپا از هر ابزاری که در دست داشته باشه استفاده خواهد کرد، از جمله تحریم. این موضع اتحادیه اروپا و فرانسه به عنوان یکی از کشورهای طرف برجام هست که پیشتر حداقل در 2 سال گذشته سعی کرده بودند که تحریم تازه علیه جمهوری اسلامی ایران وضع نکنند تا مذاکرات احیا رو به یک نتیجه برسونند. اما اینجا در آمریکا وزارت امور خارجه در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خودش اعلام کرد که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه تاکید دارند که هر اقدامی که بتونند برای حمایت از مردم انجام خواهند داد. جو بایدن روز دوشنبه اعلام کرده بود که در هفته جاری تحریم‌های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی ایران وضع خواهد کرد که هزینه سرکوب رو برای جمهوری اسلامی بالاتر ببره. با این همه یکی از این اقدامات که میتونه دیپورت کردن یا اخراج فامیل‌ها و افراد نزدیک به سران جمهوری اسلامی ایران باشه از آمریکا، به زعم معاون سخنگو یک مسئله حقوقی است، یک ابزار سیاسی نیست و امور خارجه در این رابطه نمیتونه کاری انجام بده. سمیرا قرایی، واشنگتن.